سلام، من مسعود جدی به اتفاق همکارانم در این بخش خبری توجه شما را به برگزیده از مهمترین رویدادهای ایران و جهان جلب می‌نمایم. در آغاز نگاهی خواهیم داشت به سرخط خبرها. در حالی که علی خامنه‌ای بر اساس نقل قول هاشمی رفسنجانی به سمت رهبری انتخاب شد، محافظه‌کاران نزدیک به رهبر نقل قول‌های او از خمینی را نامعتبر می‌دانند. براعت از مشرکین این بار در مخالفت با آغاز مذاکرات جمهوری اسلامی با آمریکا، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، جمهوری اسلامی از غنی‌سازی اورانیوم منظور و اهداف دیگری هم دارد. سازمان گزارشگران بدون مرز به رغم برخی اقدام‌های راهگشایانه حسن روحانی، سرکوب و تهدید روزنامه‌نگاران متوقف نشده است. از زمان روی کار آمدن حسن روحانی 129 نفر در ایران اعدام شدند. ادامه تعطیلی بخش‌هایی از فعالیت دولت ایالات متحده. آغاز عملیات نابودی سلاح‌های شیمیایی در سوریه. توجه شما را به مشروع اخبار جلب می‌کنم. علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه و گروهی از نمایندگان مجلس به نقل قول اکبر هاشمی رفسنجانی از آیت الله خمینی مبنی بر موافقت با حذف شعار مرگ بر آمریکا واکنش نشان دادند. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اخیراً اعلام کرد بنیانگذار جمهوری اسلامی در مقطعی موافق حذف شعار مرگ بر آمریکا بوده است. آقای سعیدی در واکنش به این گفته هاشمی اظهار کرد آنچه که مستند به دستخط و یا صوت و تصویری از امام نباشد اصلا واقعیت ندارد و در شأن و شخصیت کسی نیست که این مطالب را به امام نسبت دهد. محمد اسماعیل کوثری نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی نیز گفت نقل قول‌هایی که توسط هاشمی مطرح می‌شود اصلا کار درستی نیست. محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس نیز گفته است متاسفانه امروز برخی ها بدون هیچ سند و مبنای یک سری نقل قول های بی اعتبار را در سطح جامعه مطرح میکنند. این دسته از محافظه‌کاران در شرایط این نقل قول هاشمی از آقای خمینی را نامعتبر میدانند که علی خامنه‌ای بر اساس یکی از همین نقل قول ها به سمت رهبری انتخاب شده است. هاشمی رفسنجانی یک روز پس از مرگ آیت الله خمینی در جلسه مجلس خبرگان رهبری به نقل از بنیانگذار جمهوری اسلامی گفت وی علی خامنه‌ای را فردی مناسب برای تصدی رهبری می‌داند. به دنبال انتشار خبری درباره ترور یکی از فرماندهان سپاه در شهر کرج، نشریه بریتانیایی تلگراف نوشت فرد مقتول مجتبی احمدی فرمانده ارتش سایبری ایران بوده است. بر اساس گزارش این نشریه جسد احمدی در اطراف شهر کرج در حالی پیدا شده که دو گلوله به قلب او شلیک شده بود. انتشار این خبر در حالی است که روز سه‌شنبه یک وبسایت مرتبط با سپاه نوشت شخص مقتول یکی از مأموران زبده سپاه بوده و در یکی از حوزه‌های حساس استان البرز فعالیت می‌کرده. وبسایت خبری البرز نوشت ضاربان دو موتور سوار بودند. اما در روز گذشته این وبسایت نخستین گزارش خود در این زمینه را حذف و در گزارش دوم مقتول را صرفاً یکی از کارکنان سپاه پاسداران معرفی کرده بدون آنکه هیچ اشاره‌ای به نام و منصب او کرده باشد. وی در واکنش به برخی اخبار مبنی بر پذیرفته شدن مسئولیت ترور این فرد توسط انجمنی موسوم به انجمن پادشاهی ایران گفت مسئله اصلا ترور نبوده و این گروه‌ها به دنبال سوء استفاده در این قضیه هستند. دومین گروه مخالف آغاز مذاکرات جمهوری اسلامی با آمریکا تحت عنوان کمیته براءت از مشرکین در قم اعلام موجودیت کرد. یک سایت وابسته به محمد تقی مصباح یزدی با معرفی این گروه نوشت اعضای این کمیته روز چهارشنبه 10 مهر ماه در پایان نشست خود شعار مرگ بر آمریکا سر داده و پرچم ایالات متحده را به آتش کشیدند. کمیته براءت از مشرکین پس از کمیته صیانت از منافع ملی ایران دومین تشکل مخالف آغاز مذاکرات ایران و آمریکا است که هفته گذشته اعلام موجودیت کرده است. اعضای کمیته صیانت از منافع ملی ایران را گروهی از اعضای بسیج دانشجویی و حامیان محمد تقی مصباح یزدی تشکیل می‌دهند. در حالی که سوء زنها به ایران برای ساخت سلاح هسته‌ای که از غنی‌سازی 20% اورانیوم حاصل می‌شود بسیار بالاست، منصور حقیقت‌پور نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس اعلام کرد که جمهوری اسلامی از غنی‌سازی اورانیوم منظور و اهداف دیگری هم دارد.
حقیقت پور گفت ما غنی سازی را برای مصارف دیگر نیز می خواهیم، اما فعلا منظور و هدف ثانوی ما تولید دارو است. وی افزود در صورتی که غرب به ایران دارو بدهد، تهران آماده تعلیق غنی سازی 20% اورانیوم است. این نماینده مجلس در این حال اظهار کرد که غرب باید ظرف چند ماه آینده همه تحریم ها را بردارد. عیسی سحرخیز از روزنامه نگارانی که در جریان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری جنجال برانگیز سال 88 دستگیر و به زندان محکوم شده بود، پنجشنبه 11 مهر در حالی که فقط 2 ماه از پایان محکومیت او باقی مانده بود آزاد شد. آزادی وی در ادامه روند آزادی شماری از زندانیان سیاسی در هفته‌های اخیر بوده است. شامگاه پنجشنبه 11 مهر ماه مهدی سحرخیز فرزند عیسی سحرخیز خبر آزادی پدرش را روی صفحه فیسبوک خود اعلام کرد. آقای سحرخیز در تیر ماه سال 88 و در پی بازداشت‌های گسترده پس از انتخابات ریاست جمهوری دستگیر و به اتهام توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام به 3 سال زندان محکوم شد. در خرداد ماه امسال دوره محکومیت عیسی سحرخیز به پایان رسید، ولی او آزاد نشد زیرا در پرونده رسانه دیگری مربوط به روزنامه اخبار اقتصاد به 1 سال و 6 ماه زندان محکوم شده بود. اکنون تنها 2 ماه پیش از پایان محکومیت آقای سحرخیز از زندان آزاد شد. خانواده آقای سحرخیز در 2 سال گذشته بارها نسبت به وضعیت جسمی او و نحوه مراقبت‌های پزشکی در زندان ابراز نگرانی کرده بودند. عیسی سحرخیز از جمله زندانیانی است که پس از چند ماه حبس در زندان اوین به زندان رجای شهر کرج انتقال داده شده بود. او در زمان گذراندن دوران محکومیت خود چند بار به علت وضعیت بد جسمی به بیمارستان منتقل شد. این روزنامه‌نگار در حالی حکم آزادی خود را دریافت کرد که در بیمارستان بستری است. آزادی عیسی سحرخیز در ادامه روند آزادی شماری از زندانیان سیاسی در هفته‌های اخیر بوده است. هرچند منتقدان میگویند زندانیان سیاسی آزاد میشوند که مدت زمان اندکی از پایان محکومیت آنها مانده است. با این حال غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه هفته پیش اعلام کرد رهبر جمهوری اسلامی با آزادی 80 نفر از زندانیان سیاسی موافقت کرده که این افراد در عید قدیر خم آزاد خواهند شد. روز گذشته نیز صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران آزادی تعدادی از زندانیان سیاسی را با نتایج انتخابات اخیر ریاست جمهوری بی ارتباط دانست و گفت قوه قضاییه مستقل است و به جهت تغییر فضایی به وجود آمده این زندانیان را آزاد نکرده است. اینک ادامه خبرها. سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه اعلام کرد به رغم برخی اقدامهای راهگشایانه حسن روحانی، سرکوب و تهدید روزنامه‌نگاران متوقف نشده است. گزارشگران بدون مرز همچنین اعلام کرد که از تیر ماه سال جاری تعدادی از اعضای خانواده‌های روزنامه‌نگاران رادیو فردا، صدای آمریکا و برخی رسانه‌ها و سایت‌های مستقل به مراکز وزارت اطلاعات احضار و برخی به شکل طولانی بازجویی و تهدید شدند. گروه CFF بین الملل آمریکا با ارسال نامه‌ای برای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در مورد وضعیت سلامتی آقای کاظمینی بروجردی اظهار نگرانی کرد و مصرّاً خواستار آزادی این روحانی و همچنین تأمین فوری اقدامات درمانی مناسب برای ایشان شدند. در نامه گروه CFF بین الملل آمریکا آمده است: ما به شدت نگران سلامتی آقای کاظمینی بروجردی هستیم، چرا که کادر درمانی زندان نسبت به بیماری‌های جدی و مانند پارکینسون، فشار خون بالا و همچنین بیماری قلبی ایشان بی‌تفاوت بوده و وی را تحت درمان قرار ندادند. هرانا، تارنمای مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، خبر داد 129 نفر از زمان روی کار آمدن حسن روحانی در ایران اعدام شدند. این وبسایت نوشته 42% اعدام‌ها در مدت زمانی کمتر از 2 ماه و به صورت مخفیانه اجرا شده است. بنابراین گزارش 5 زندانی متهم به قاچاق مواد مخدر به همراه 1 زندانی متهم به قتل بامداد امروز در یزد اعدام شدند. ایران پس از چین بالاترین نرخ اعدام در جهان را دارد. شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور طرح صدور کارت تردد برای ایرانیان خارج از کشور را بررسی کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این شورا هدف از صدور کارت تردد برای ایرانیان خارج از کشور را تسهیل در رفت آمد به ایران عنوان کرد.
جواد قوام شهیدی، سرپرست دبیرخانه شورای عالی ایرانیان خارج از کشور گفت از دیگر طرح‌های در حال بررسی در این شورا برقراری پرواز مستقیم بین ایران و آمریکا و رفع موانع قانونی برای ایرانیان است که تابعیت دیگری نیز دارد. حسن روحانی در جریان مبارزات انتخاباتی خود وعده داده بود تسهیلاتی را برای ایرانیانی که برای ورود به کشور مشکل دارند فراهم خواهد کرد. حسن پلارک، رئیس ستاد بازسازی عتبات آلیات، از تعهد 50 میلیارد تومانی استانداری تهران برای توسعه آرامگاه امام اول شیعیان در نجف خبر داد. وی گفت این مبلغ صرف ساخت صحن حضرت زهرا در شهر نجف خواهد شد. او افزود استانداری تهران موظف است تا یک سال و نیم آینده این مبلغ را در اختیار ستاد بازسازی عتبات آلیات قرار دهد. مقام های جمهوری اسلامی تا کنون 10 میلیارد تومان صرف ساخت و توسعه اماکن مقدس شیعیان در عراق کرده که محل تأمین هزینه این اقدامات را کمک های مردمی اعلام کردند. حمید بقایی از نزدیکان محمود احمدی نژاد در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی ضمن آنکه از رئیس جمهور جدید ایران خواسته است که دست کم 50 میلیارد تومان به این دانشگاه کمک مالی کند، به روحانی وعده داده است دانشگاه ایرانیان در آینده به شرکت سهامی عام تبدیل شود. آقای بقایی در نامه خود علاوه بر کمک 50 میلیاردی، همچنین چندین ساختمان در تهران و مراکز استان، زمینی 200 هکتاری در اطراف تهران و همینطور همکاری مسئولان در دولت آقای روحانی را خواسته است. نامه درخواست کمک 50 میلیاردی از سوی منصوبان احمدی نژاد در حالی منتشر شده است که چندی پیش ماجرای برداشت 16 میلیارد تومان از حساب ریاست جمهوری به اسم این دانشگاه بسیار جنجالی شد. حمید فهیمی راد، فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان گفت طی 6 ماه نخست امسال بیش از 28400 نفر از اتباع بیگانه در سیستان و بلوچستان دستگیر شدند. به گزارش خبرگزاری فارس، فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان گفت بیش از نیمی از آنها در شهریور ماه امسال دستگیر شدند. به گفته این مقام پلیس، نیمی از این تعداد به صورت سازماندهی شده و در قالب باندهای قاچاق انسان وارد استان شدند. به افزود بیشتر اتباع خارجی که قصد ورود به خاک ایران و حرکت به شهرهای مرکزی کشور را داشتند در مرز سراوان دستگیر شدند. و اما خانه آزادی، یک نهاد مدنی مرتبط با آزادی بیان در آمریکا، در جدیدترین گزارش خود درباره آزادی اینترنت در نقاط مختلف جهان میگوید از میان 60 کشور مورد مطالعه ایران بدترین رتبه را در یک سال گذشته داشته است. بر اساس این گزارش، کشورهای ایران، چین و کوبا بیشترین میزان محدودیت دسترسی به اینترنت را اعلام می‌کنند. خانه آزادی همچنین در گزارش خود نوشته است این کشورها برای محدود کردن دسترسی به اینترنت از روش‌های مانند نظارت گسترده، فیلترینگ و بازداشت وبلاگ نویسان و کاربران استفاده می‌کنند. ضمن تشکر از همراهی شما در این بخش خبری، توجه شما را به گزارشی در همین زمینه جلب و پس از آن خبرهای خارجی با فریبا شیرازی. گزارش جدید فریدام هاوس یا خانه آزادی درباره آزادی اینترنت در نقاط مختلف جهان میگوید از میان 60 کشور مورد مطالعه ایران بدترین رتبه را در یک سال گذشته داشته است. این گزارش نشان میدهد که حتی کشورهایی مانند کوبا، چین، روسیه، ازبکستان، اتیوپی و بحرین که به عنوان کشورهای نقض کننده آزادیهای اینترنتی شناخته میشوند وضعیتی بهتر از ایران دارند. این گزارش در نقطه مقابل ایران و دیگر کشورهای غیر آزاد از 17 کشور نام می‌برد که مردم آنها از آزادی اینترنتی برخوردارند. بر این اساس پس از ایسلند به ترتیب کشورهای استونی، آلمان، ایالات متحده، استرالیا، فرانسه، ژاپن، مجارستان، ایتالیا، بریتانیا، فیلیپین، گرجستان، آفریقای جنوبی، آرژانتین، کنیا، اوکراین و ارمنستان قرار گرفتند. این گزارش کشورهای مورد مطالعه را به 3 دسته آزاد، نسبتاً آزاد و غیر آزاد تقسیم کرده است که امتیازات آنها از 0 تا 100 متغیر است. هر کشوری که مردم آن از آزادی بیشتری در حوزه اینترنت برخوردارند، امتیاز آن به 0 نزدیکتر است و برعکس، کشوری که بیشترین محدودیت اینترنتی را دارد به نقطه 100 تمایل بیشتری پیدا می کند. بر این اساس ایسلند با 6 امتیاز به عنوان آزادترین کشور و ایران با 91 امتیاز به عنوان بدترین کشور از نظر آزادی اینترنت معرفی شده است. با
روی کار آمدن حسن روحانی انتظار این بود که در راستای رفع فیلترینگ گسترده و آزادی اینترنت در ایران اقداماتی انجام شود که تاکنون البته هیچ اقدامی در این خصوص انجام نشده است. در همین راستا دو روز پیش حسن روحانی رئیس جمهور ایران به پرسش مدیر توییتر درباره فیلتر بودن این شبکه اجتماعی در ایران پاسخ داد. جک دورسی مدیر و از بنیانگذاران شبکه اجتماعی توییتر پیش از این در یکی از توییت‌های خود به رئیس جمهور ایران عصر بخیر گفته و از او پرسیده بود آیا مردم ایران می‌توانند توییت‌های شما را بخوانند. حسن روحانی که حسابی کاربری در توییتر به نام خود دارد در پاسخ آقای دورسی در توییتر خود نوشته که دسترسی آزاد به اطلاعات جهانی را حق مردم ایران می‌داند و در راه تحقق این حق تلاش می‌کند. توییتر و فیسبوک دو شبکه اجتماعی پرمخاطب هستند که هر دو از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران فیلتر شدند. فریدام هاوس مهر ماه سال گذشته نیز از ایران به عنوان یکی از محدودترین کشورها در زمینه آزادی اینترنت نام برده بود. به جز این، یکی از آخرین گزارش‌های این مؤسسه درباره آزادی مطبوعات که اواسط اردیبهشت سال جاری منتشر شد نیز ایران را از میان 197 کشور جهان در رتبه 191 قرار داده است که مجموع این گزارش‌ها و اخباری که در رسانه‌های جهانی بازتاب پیدا کرده است باعث شده مقامات دولت جدید ایران به دفعات به پرسش‌هایی درباره وضعیت آزادی اینترنت و مطبوعات در کشور مواجه شوند. سلام بر شما، با من همراه باشید با چند خبر خارجی. شاهزاده سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی که در جشن 80مین سال برقراری روابط ایتالیا و سعودی در روم به سر می‌برد، تأکید کرده است ریاض از اظهارات مقامات ایرانی استقبال می‌کند، اما به گفته وی این اظهارات باید در عمل مشاهده کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل می‌گوید ایران بر روی ساخت موشک بالستیک قاره‌پیما کار می‌کند. نتانیاهو افزوده است این موشک میتواند روزی آمریکا را هدف قرار دهد. نخست وزیر اسرائیل که با شبکه CBS گفتگو میکرد افزوده است ایران موشک قاره پیما را برای هدف قرار دادن اسرائیل نمیسازد، چرا که به گفته وی ایران میتواند با موشکهایی که امروز در اختیار دارد اسرائیل را هدف قرار دهد. بنیامین نتانیاهو همچنین در گفتگو با تلویزیون BBC خطاب به حسن روحانی گفت اسرائیل را به بازی نگیرد. به همچنین تأکید کرده است برنامه غنی‌سازی اورانیوم ایران باید به طور کامل برچیده شود. نخست وزیر اسرائیل گفته است در نطقش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد علیه ایران و مردم این کشور موضع‌گیری نکرده است، بلکه حملات لفظی او متوجه جمهوری اسلامی به ویژه رهبری آن بوده است. وی گفت از آنجا که تصمیم گیر اصلی در ایران آیت الله علی خامنه‌ای است، به حسن روحانی خوشبین نیست. کمیته روابط خارجی سنا روز پنجشنبه 11 مهر ماه نشستی درباره برنامه اتمی ایران برگزار کرد و از وندی شرمن معاون وزارت خارجه آمریکا و شماری از کارشناسان خواست درباره آن توضیح بدهند. اکثر سناتورها در نطقای خود ایران را غیر قابل اعتماد دانسته و خواستار تحریم‌های شدیدتر یا خواستار برچیدن برنامه هسته‌ای ایران بودند. در همین راستا وندی شرمن رئیس هیئت مذاکره کننده آمریکا در گروه 5 به علاوه 1 با ایران میگوید دولت آمریکا از ایران انتظار دارد تا گام‌های مشخصی را در کاهش سطح غنی‌سازی اورانیوم بردارد و شفافیت بیشتری در فعالیت‌های هسته‌ای خود نشان دهد. خانم شرمن که در کنگره آمریکا سخن میگفت خطاب به نمایندگان از آنها خواست تا از اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران در آستانه دور تازه مذاکرات هسته‌ای با جمهوری اسلامی خودداری کنند. تأثیر روابط احتمالی میان آمریکا و ایران در میان کشورهای منطقه متفاوت خواهد بود. در حالی که از بین رفتن تنش میان این دو کشور به باور برخی کشورها میتواند تأثیرات اقتصادی مثبتی برای آنها به همراه داشته باشد، اما برخی کشورها نیز نگران تأثیرات این رابطه بر منافع منطقه خود هستند. مهستان بختیاری همکارمان در ترکیه گزارشی در این زمینه تهیه کرده که توجه شما را به آن جلب میکنم. با روی کار آمدن دولت آقای حسن روحانی در ایران و بالا گرفتن احتمال روابط سیاسی میان ایران و امریکا، گویا سفندی‌های جدیدی در منطقه در حال شکل‌گیری هستش. در حالی که تغییر و تحولات اخیر امید نسبی رو در میان برخی کشورهای منطقه جهت بهبود روابطشون با ایران به وجود آورده، اما از سوی دیگه موجب بیم و نگرانی برخی دیگه از کشورهای منطقه در ارتباط با برنامه هسته‌ای
ایران و آینده این برنامه و همینطور تأمین منافعشون شده. در همین ارتباط یعنی تحولات اخیر میان ایران و امریکا، آقای داوودوغلو وزیر امور خارجه ترکیه در یک برنامه تلویزیونی امروز عنوان کرد که نرمش اخیر در تحولات ایران و امریکا انعکاس مثبتی برای ترکیه به همراه خواهد داشت. آقای داوودوغلو عنوان کردند که ایران یکی از داینامیک ترین بازارهای آسیا رو در اختیار داره و در صورت باز شدن این بازار بر روی جامعه جهانی منافع اقتصادی زیادی نصیب کشور ترکیه خواهد شد. همچنین ایشون عنوان کردند که 10 سال پیش با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در ترکیه میزان مبادلات تجاری ترکیه با ایران 2.5 میلیارد دلار بود که در طی این 10 سال این رقم به میزان 25 میلیارد دلار رسیده و اگر تنها بخشی از تحریم ها در مورد ایران برداشته بشه این رقم میتونه به 50 میلیارد دلار برسه. آقای داوودوغلو عنوان کردن که اگر کلیه تحریم ها در مورد ایران برداشته بشه اونگاه میزان مبادلات تجاری ایران و ترکیه رکورد 100 میلیارد دلار رو خواهد شکست. در همین ارتباط یعنی پیرامون روابط احتمالی میان امریکا و ایران آن سوتر در حاشیه خلیج فارس جسته و گریخته، خبرها حکایت از نگرانی برخی از کشورهای عربی و اسرائیل در ارتباط با تأمین منافعشون در آینده پیامده روابط احتمالی ایران و امریکا و همچنین نگرانی از آینده برنامه هسته‌ای ایران داره. برخی از روزنامه‌های اسرائیلی عنوان کردند که دولت اسرائیل و برخی کشورهای عربی به این نتیجه رسیدند که ایجاد یک ائتلاف منطقه جهت ارتباط و هماهنگی بیشتر با دولت امریکا بیشتر میتونه منافعشون رو تأمین بکنه. گویا ضرورت ایجاد این ائتلاف بیشتر ناشی از نگرانی از آینده برنامه هسته‌ای ایران و همینطور پیامدهای روابط احتمالی میان ایران و امریکا هستش. تلویزیون ایران فردا، ترکیه. تعطیلی بخشهایی از دولت ایالات متحده وارد سومین روز خود شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفته است در صورتی حاضر به مذاکره با جمهوری خواهان است که آنها با بودجه‌ای که برای باز کردن اداره‌های دولتی لازم است موافقت کنند. به گفته کاخ سفید، رئیس جمهوری آمریکا هر گونه لایحه‌ای برای احیای هزینه تنها بخش‌های معینی از دولت چون پارک‌های ملی و برنامه‌های کهنه سربازان را وتو خواهد کرد و آن را ناکافی می‌داند. در بیانیه کاخ سفید آمده است این تلاش‌های ناکافی جدی نیستند و راهی برای اداره یک دولت شمرده نمی‌شوند. باراک اوباما روز چهارشنبه 2 اکتبر از رهبران ارشد کنگره خواست تا از قانونگذاران بخواهد دولت را بازگشایند و سقف بدهی ایالات متحده را بالا ببرند. سقف بدهی دولت ایالات متحده 16.7 تریلیون دلار است. بدون بالا بردن سقف بدهی های دولت ایالات متحده، دولت ممکن است تا اواسط اکتبر دیگر پولی برای پرداخت هزینه هایش نداشته باشد. چنین سناریویی می تواند به کاهش بدهی و مشکلات ناشی از آن در پرداخت بیانجامد. آنچه که در تاریخ ایالات متحده رخ نداده و در نهایت کاهش گسترده مخارج و هزینه های دولتی را رقم خواهد زد. تعطیلی بخشی از فعالیت دولت ایالات متحده نیمه شب سه‌شنبه 1 اکتبر همزمان با شروع سال جدید مالی آغاز شد و بلافاصله تاثیر آن در سرتاسر ایالات متحده نمایان شد. در حالی که کنگره آمریکا شاهد تنش به دلیل اختلاف بر سر بودجه سال 2014 آمریکا بود، تیراندازی در محوطه ساختمان کنگره آمریکا در واشنگتن منجر به کشته شدن یک زن و زخمی شدن یک پلیس و تعطیلی این ساختمان انجامید. احمد واتبی خبرنگار ما از واشنگتن و جزئیات بیشتر. تیراندازی و تعقیب و گریز پلیس با یک خودرو ساختمان کنگره آمریکا را به تعطیلی کشاند. بعد از ظهر پنجشنبه حین سخنرانی و تلاش سناتور مککین، نماینده جمهوری خواه مجلس سنا، برای توافق با نمایندگان دموکرات و حل مشکل تعطیلی دولت آمریکا، پلیس در خارج از ساختمان به سوی خودروی شلیک کرد که به عمد با مانع امنیتی نزدیک به کاخ سپید برخورد کرده بود. بنابر گزارش پلیس، تعقیب خودرو تا چند صد متری ساختمان کنگره پیش رفته و در نهایت راننده زن این خودرو با شلیک پلیس کشته شد. برخی رسانه‌ها از حضور یک کودک در اتومبیل این زن خبر دادند که در حال حاضر در اختیار پلیس است. در این درگیری یک پلیس و یک مأمور سرویس مخفی آمریکا زخمی شدند. هیچ توضیحی درباره مسلح بودن این زن ارائه نشده است، اما کیم داین رئیس پلیس ساختمان کنگره آمریکا گفته این اتفاق یک اقدام فردی بوده و نه یک عمل تروریستی.
دو هفته پیش نیز طی یک تیراندازی در پایگاه نیروی دریایی آمریکا در شهر واشنگتن 12 نفر کشته شدند. در سال 1998 نیز یک مرد مبتلا به بیماری روانی به نام راسل یوجین واتسون دو پلیس پست بازرسی ساختمان کنگره آمریکا را کشت. او به دلیل همین بیماری روانی از محاکمه معاف شد. رسانه‌های خارجی از آغاز عملیات نابودی سلاح‌های شیمیایی در سوریه خبر دادند. روسیه الیوم در خبری اعلام کرده است بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل متحد عملیات نابودی سلاح‌های شیمیایی در سوریه را آغاز کردند. مسکو و واشنگتن اخیراً درباره موضوع سلاح‌های شیمیایی در سوریه با یکدیگر توافق کردند که این توافق مبنای صدور قطعنامه شورای امنیت درباره سوریه شد. بر اساس این قطعنامه سلاح‌های شیمیایی سوریه باید تحت نظارت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل متحد نابود شود. معاون رئیس جمهوری روسیه اعلام کرده است رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه روز دوشنبه آینده 7 اکتبر با یکدیگر دیدار و درباره اوضاع سوریه رایزنی خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، یوری اوشاکوف، معاون رئیس جمهوری روسیه با اعلام این خبر افزود این دیدار در حاشیه نشست سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام در بالی برگزار خواهد شد. اوشاکوف خاطر نشان کرده است طرف روسی پیشنهاد برگزاری این دیدار را داد و طرف آمریکایی نیز از آن استقبال کرد. معاون رئیس جمهوری روسیه گفت ما همواره از چنین ارتباطی استقبال می‌کنیم و برای بحث و گفتگو درباره مسائل مورد اهتمام طرفین و موضوعات سیاست خارجی اهمیت بسیاری قائل هستیم، چرا که این مسئله برای امنیت جهانی و حل و فصل مناقشات مهم است. مسکو و واشنگتن اخیراً درباره موضوع سلاح شیمیایی در سوریه با یکدیگر توافق کردند که این توافق مبنای صدور قطعنامه شورای امنیت درباره سوریه شد و به موجب آن سلاح‌های شیمیایی سوریه باید تحت نظارت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل متحد نابود شود. پارلمان ترکیه قانون اعزام نیروهای ارتش آن کشور به سوریه در صورت نیاز را برای یک سال دیگر تمدید کرد. طرح تمدید این قانون توسط حزب عدالت و توسعه که اکثریت را در پارلمان دارد ارائه شده بود. دولت ترکیه میگوید استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه که آنکارا دولت دمشق را مسئول آن میداند تهدیدی جدی علیه ترکیه محسوب می شود. مخالفان این رویکرد دولت ترکیه میگویند چنین تصمیم هایی ترکیه را درگیر یک جنگ خواهد کرد. سال گذشته پارلمان ترکیه پس از کشته شدن 5 غیر نظامی ترک در پی بمباران ارتش سوریه مجوز ورود نیروهای ارتش ترکیه به سوریه را صادر کرد. در اثر آتش گرفتن یک کشتی حامل مهاجران غیرقانونی در نزدیکی جزیره ایتالیای لامپدوزا در دریای مدیترانه دست کم 134 تن جان باختند. این کشتی که از سواحل لیبی رهسپار این جزیره بود روز پنجشنبه در آبهای این جزیره آتش گرفت و واژگون شد. بسیاری از مسافران این کشتی پس از آغاز آتش سوزی خود را به دریا انداختند و بیش از 150 تن از آنها نجات یافتند. به گفته شهردار لامپادوزا این کشتی حدود 500 سرنشین از کشورهای اریتره، غنا و سومالی داشته است. هنوز 10 تن از سرنشینان کشتی ناپدید هستند. سازمان عفو بین الملل در بیانیه ای اعلام کرده است از آغاز اعتراضات سودان تا کنون بیش از 800 فعال سیاسی در این کشور بازداشت و بیش از 200 تن نیز کشته شدند. اعتراضات در سودان از 23 سپتامبر و در پی حذف یورانی سوخت توسط دولت و افزایش قیمت انرژی آغاز شده است. بنابر اعلام منابع بیمارستانی اغلب کشته شدگان از ناحیه سر و سینه هدف گلوله قرار گرفتند. گزارشی داریم در این زمینه که از نظر شما می‌گذرد. پس از آن سری می‌زنیم به دنیای ورزش با همکارم امیر خسرو جردی. سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه اعلام کرد که نیروهای امنیتی سودان از آغاز اعتراضات در این کشور تا کنون دست کم 800 فعال سیاسی را بازداشت کردند. در این بیانیه آمده است اطلاعاتی در دست است که نشان می‌دهد در درگیری معترضان با پلیس بیش از 200 نفر کشته شدند. در ادامه بیانیه گفته شده است در میان بازداشت شدگان 17 نفر اعضای حزب کمونیسم، 15 نفر اعضای حزب المؤتمر و نیز شماری فعالان جنبش‌های جوانان هستند. در همین راستا خبرگزاری‌ها گزارش دادند که نیروهای امنیتی سودان دالیا عروبی فعال سیاسی این کشور را بازداشت کردند. عبدالرحمن المهدی همسر این فعال سیاسی اعلام کرد
که 8 افسر امنیتی با یورش به منزل وی دالیا عروبی را بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل کردند. در جریان این بازداشت همچنین دوربین وی نیز مصادره شد. این فعال سیاسی به اتهام مشارکت در تظاهرات ضد دولتی بازداشت شده است. در همین حال روز گذشته عمر بشیر رئیس جمهوری سودان به رغم ادامه تظاهرات در این کشور از لغو یارانه مواد سوختی دفاع کرد. بشیر گفت که سلسله اقدامهایی که دولت اتخاذ کرده برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی است. وی تصریح کرد که تدابیر اقتصادی که اخیراً دولت اتخاذ کرده پس از بالا رفتن تورم و مشکلات اقتصادی در پی جدایی جنوب سودان و خروج نفت از بودجه ضروری بود تا اقتصاد این کشور از هم فرو نپاشد. گفته شده است که تظاهرات مردم در اعتراض به گرانی در چندین شهر سودان همچنان ادامه دارد و این تظاهرات به دانشگاه‌های سودان نیز کشیده شده است. تظاهرات معترضان به سیاست‌های ریاضتی دولت سودان از روز 23 سپتامبر آغاز شد. در آن زمان دولت سودان تصمیم گرفت به دنبال کاهش شدید درآمدهای نفتی و برای مقابله با بحران اقتصادی کشور سیاست‌های ریاضتی را اعمال کند. سودان کشوری با اقتصاد نفتی بود و درآمدهای نفتیش رو به رشد بود تا اینکه سودان جنوبی از این کشور جدا شد و 75% از منابع نفتی سودان را گرفت. سیاستمداران و از جمله عمر بشیر رئیس جمهوری سودان از سیاست‌های ریاضتی حمایت کردند و گفتند در غیر این صورت فروپاشی اقتصادی در انتظار این کشور است. با سلام، در این وقت چند خبر از جهان ورزش. هفته 12 رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های برتر ایران با دیدار پرسپولیس و سبای قم پیگیری شد. در ادامه بازی‌های این هفته عصر امروز 4 دیدار دیگر برگزار شد که تعیین پرسپولیس تهران در قم به مصاف سبای این شهر می‌رود. سرخپوشان پایتخت که با 20 امتیاز در رده 5 جدول رده‌بندی قرار دارند می‌توانند با برد مقابل میزبان خود به رده 2 جدول صعود کنند. در سایر بازی‌های امروز سپاهان در مساب با مهمانش مثل کرمان بدون گل مساوی متوقف شد. داماش گیلان با همین نتیجه در رش مقابل استقلال صنعتی خوزستان به تساوی رسید و در تبعید گسترش فولادنشهر 2-1 مغلوب مهمان خود سایپای البرز شد. دیدار استقلال تهران ملوان بندر انزلی نیز به زمان دیگری موکول شد. در آغاز بازی این هفته دیروز سه مسابقه برگزار شد که تایی آن فولاد خوزستان در ورزشگاه تختی اهواز در مسابقه با مهمانش نفت تهران غافلگیر شد و تن به شکست 2-0 داد و نخستین باخت خانگی خود را تجربه کرد، اما همچنان با 25 امتیاز در صدر جدول باقی ماند. سهمی از همین بازی مشاهده می کنیم. تراکتورسازی تبریز در تهران میزبانش راهن را مقابل راهم برتری 2-1 رسید. با این برد خارج از خانه 22 امتیاز شد و به رده دوم جدول رده‌بندی صعود کرد و فجر سپاسی شیراز در دیدار با ذوب‌آهن اصفهان با تساوی بدون گل متوقف شد. صحنه‌های بازی سپاسی ذوب‌آهن مشاهده می‌فرمایید. رئیس فدراسیون فوتبال ایران گفت فدراسیون فوتبال آمریکا با برگزاری بازی دوستانه با تیم ملی ایران موافقت کرده است و در صورت انجام هماهنگی‌ها این بازی تدارکاتی برگزار می‌شود. علی کفاشان دیروز در گفتگو با ایرنا با بیان مطلب افزود بیشتر درخواست‌هایی برای برگزاری بازی‌های رفت و برگشت داشته‌ایم و هم‌اکنون هم پیشنهادهایی شده که دیدارهای تدارکاتی 4 برگزار کنیم که یکی از طرف‌های این بازی‌ها کشور آمریکاست. وی در ادامه اظهار داشت کشورهای آمریکای جنوبی و اروپایی هم در برنامه‌ریزی بازی‌های تدارکاتی ما قرار گرفتند. کفاشان همچنین با اشاره به برگزاری کنگره علم فوتبال در ایران گفت کنگره در روزهای 15 و 16 آبان امسال در تهران برگزار خواهد شد که سپ بلاتر رئیس فیفا، رئیس و دبیرکل کنفدراسیون فوتبال آسیا، رئیس کمیته پزشکی فیفا و صاحب نظران کمیته‌های مختلف فیفا و AFC در آن حضور خواهند داشت. کارلوس کیروش سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال سرانجام پس از 25 روز دیروز به تهران بازگشت. ظاهرا مرخصی کیروش به علت
پرداخت نشدن مطالباتش طولانی شد، اما با پرداخت این مبلغ از طریق AFC به مرخصی طولانی خود پایان داد. با حضور کیروش در تهران، اردوی آماده سازی تیم ملی ایران برای بازی مقابل تایلند در مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا 2015 به زودی برگزار می‌شود. این دیدار 23 مهر در ورزشگاه 100,000 نفری آزادی تهران برگزار خواهد شد. بر این بحث چند خبر کوتاه. در مرحله یکشنبه نهایی رقابت‌های والیبال قهرمانی ملت‌های آسیا در دبی امارات، امروز تیم ملی ایران با غلبه بر لبنان به مرحله نیمه نهایی این پیکارها راه یافت. تیم ایران با برنده تیم با پیروز در این مسابقه با برنده مسابقه ژاپن و تایلند روبرو می‌شود. در چارچوب سومین دوره رقابت‌های واسه پله کاپ آسیا در سنگاپور، دیروز تیم ملی ایران مقابل سریلانکا به برتری پرگل 3-1 رسید و به سومین برد پیاپی خود دست یافت. تیم ایران در یک مسابقه حساس امروز مسافه کووید رفته است. تیم بسکتبال نوجوانان ایران دیروز با برتری 79-56 مقابل بحرین در رقابت‌های قهرمانی نوجوانان آسیا در تهران برای کسب مقام پنجمی به مساف کره جنوبی می‌رود. رایان گیگز بازیکن 40 ساله ولزی تیم منچستر یونایتد چهارشنبه با بازی در ترکیب شیاطین سرخ مقابل شاختار دونتسک اوکراین در لیگ قهرمانان اروپا به رکورد 145 بازی در این رقابت‌ها دست یافت و موفق شد رکورد راول گونزالس اسپانیایی در رئال مادرید را بشکند. پایان بخش این خبرها خبری از فوتبال لیگ اروپا. هفته دوم مرحله گروهی رقابت‌های فوتبال لیگ اروپا شب گذشته با پیروزی تاتنهام انگلیس، سوانزی ولز، فیورنتینا ایتالیا و سویا اسپانیا به پایان رسید. در مهمترین بازی‌ها تاتنهام انگلیس 2-0 میزبان خود آنژی مخاشکالای روسیه را شکست داد. سوانزی ولز 1-0 سنگالان سوئیس را مغلوب کرد. فیورنتینا ایتالیا میزبانش دنیپرو اوکراین 2-1 از پیش رو برداشت. سویای اسپانیا با 2 گل از سد فرایبورگ آلمان گذشت. والنسیا دیگر تیم اسپانیایی با همین نتیجه گوبان کراسنودار روسیه را شکست داد. ویگان اتلتیک انگلیس 3-1 ماریبور اسلوونی را با شکست بدرقه کرد و لاتسیو ایتالیا در مساف میزبانش راوزان اسپور ترکیه با تساوی پرگل 3-3 متوقف شد. صحنه‌ای از بازی‌های دیشب را مشاهده می‌کنید. این بود چند خبر ورزشی به سمع نظر شما رسید. شب و روز بر شما خوش. خدا نگهدار.